سلام و وقت مو بخیر. د غزو روز خبرونه ته خرق لاست. د ولسمشر لمړی برسیل جنرال عبدل رشید دوستم د عبدالله په مشرۍ د ټول شموله حکومت لیلان څخه ملاتړ کوي. دوستم د سبا ته هم پالنې ډله په ټاکنو کې بریالۍ بولي او له ملاتړ یې وغوښتل چې په خپلو ولایتونو کې د دوی د بریالیتوب جشنونه جوړ کړي. دوستم وایي چې د ټاکنو کمیسیون تقلبي پایله په رسمیت نه پیژني. دغه ورسته چې عبدالله د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه د ټاکنو د کمیسیون وروستۍ پایله ونه منله، د ثبات او عوامپالنې ډلې جګپوړي غړي جنرال عبدالرشید دوستم هم په جوزجان کې د یوې غونډې په ترڅ کې د عبدالله په مشرۍ د حکومت له اعلانولو ملاتړ وکړ. هغه وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پایله په رسمیت نه پیژني. با جان دل از اعلانه دکتر صاحب عبدالله حمایت میکنیم و اعلان تقلبی یا کودتای انتخاباتی میگم ما یه را به رسمیت نمیشناسیم. جنرال دوستم له خپلو ملاتړو وغوښتل چې د ثبات او عمپالنې ډله د بایومتریک او رڼو رایو له مخې بریالی ده او سر له سبا دې واټونو ته راووځي او خپله بریا دې ولمنځي. جنرال دوستم د شمال له خلکو وغوښتل چې د شمال ولایتونو والیان انتخاب کړي. تمام ولایتهای افغانستان بالخصوص ولایت شمالم آمدگی از در داشته باشه که باید والیهایش انتخاب بکنن. او برشان همه که میگو حق گرفته میشه داده نمیشه. همه را بسته کنین، نیت پتکه بترتین. این نیت گپای بیشتر سلطنزوی گفتم نترتین، جز از خدا سر بندش هیچ رای نزنید. په همدې وخت کې د ثبات او امپالنې ډلې ملاتړي وایي د ټاکنو کمیسیون د تقلبي اعلان په وړاندې به ودرېږي. کمیسیون مستقل نه نامستقل اعلان کردن قابل قبول هیچ مردم افغانستان نیست و ما شما قبول نمیکنیم. مردم با شهامت ولسوالی پنگانه آبچه، ملیت با شهامت عرب، اگر سر میخواهیم به شما به سر دادن آمده است، اگر جان میخواهیم به جان دادن آمده است. د سهشنبې پر ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې اشرف غني د ولسمشر په توګه وټاکل شو، عبدالله د دې پایلو له منلو ډډه وکړه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو اعلان یې وکړ. قدرمن لیدونکو رپورټ مو ولید. پر همدې موضوع باندې بحث لرو. سیاسي فعال حکمت الله شهباز را سره په سیدو کې د بحث د ولادت سره ادامه ورکړو. شهباز صاحب څنګه شي سیدو ته بخیر راغلی. شهباز صاحب په یوه هیواد کې د دوو حکومتونو امکان لري دوه حکومتونه. سلام او درنښت تاسو ته. د افغانستان با عزت ملت ډېر بدبختۍ سره باید وویل شو چې د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر کړکېچن دی. په هیڅ وجه باندې د افغانستان خلکو ته نور د هغو ډلو ټپلو او چې دوی په خپل سري شکل باندې د افغانستان د خلکو پر سرنوشت باندې بازی کوي، معامله کوي او خپل سره حکومتونه اعلانوي یا د خپل خلکو پر افکارو باندې دوی غواړي معامله وکړي، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ نه دي. هر هغه څه چې د یو سیاسي روند او یا د یو سیاسي برنامه په چارچوب کې او د دیموکراسۍ د اصل د نهادینه کولو په خاطر باندې د افغانستان د خلکو دپاره لازم وي، هغه د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ دي. له شک پرته چې کمیسیون مستقل انتخابات یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ستونزې درلودې، وروسته تر 5 میاشتو دوی دغه ځنډ د اعلان او د تفتیش مرحله د افغانستان د خلکو دپاره د سوالونو وړ ده. اما کله چې ولسمشریزې ټاکنې اعلانیږي او په هغو کې یو بازنده او یو برنده اعلانیږي، نو باید د مخالفینو استدلال یا منطق د افغانستان د خلکو سره شریک شي، هغه هم د یوه ملي اجمال له لارې، نه داسې چې د زور له لارې یا د تظاهراتو له لارې یا هم د نورو مشکلاتو له لارې، او یا هم دا چې اعلان وکړي چې مونږ یو بل حکومت اعلانوو، یعنی ځان برنده بولیدن نو لازمه نه ده. اوس هغه څه چې د ټاکنو کمیسیون کار و تر دې ځایه دوی نتیجه ګیري وکړه، ولسمشر غني یې د هېواد ولسمشر وټاکه او هغه څه چې ټاکنډلې ټولېږي اوس یو حکومت دی همه شموله یا ټول شموله حکومت په نامه اعلانوي، څومره د سیاسي او حقوقي نظام سره برابرښت لري؟ په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه خپله دنده اگر چې ډېره په ځنډ وه او ډېره په ستونزو نه ډکه وه او د مشکلاتو نه ډکه وه هغه اعلان کړ. دغه برایان چې د افغانستان و خلکو ته یو محصول ارائه کړ دغه د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ دی. چون موږ یو ملي پروسه پر مخکې لرو د سولې پروسه که چیرته یو مستقل او یو اعلان شوی حکومت شتون ونه لري د ټول افغانستان خلکو دپاره د منلو وړ نه وي او هغه محصول د یو انتخاباتو نه وي یا ریفرندوم نه وي چې په هغو کې پر اساس د خلکو د آراو یو زعیم ټاکل شوی وي نو هغه به د سولې په پروسه کې هم په ښه شکل باندې ونډه ونه شي اخیستلی. اوس راغلو دې ته چې زه د افغانستان پر اوسني ولسمشر محمد اشرف غني باندې من حیث د یو انسان او من حیث د وطن د یو وګړي او یو ځوان غږ کوم چې اوس ټول میشت اړخونو باندې غږ وکړي او هغوی له ځانه سره ونیسي. هغه که ډاکټر صاحب عبدالله دی او هغه که پخوانی معاون صاحب جنرال دوستم دی او یا هر هغه څوک دا ټول باندې باید غږ وکړه سره له طالبانو او مخالفینو د حکومت او د نظام چې راځئ اوس یو همشمول او د ټولو خلکو دپاره د منلو وړ یو نظام او یو حکومت را تشکیل کړو. زما بحث دا دی چې هر څومره د وضعیت کړکېچنکي مونږ یو نوي بحران ته ورداخلي یم لکه همده اوس چې یو نوي بحران په درشل کې یو. یعنی د نورو د ټاکنو د پایلو اعلانېدل د نورو جنجالونو د پیل په معنا دی بدبختانه چې په افغانستان کې دغه سیاسي نظام خلاف د توقع د افغانستان د خلکو د اساسي قانون او د نافذه و قوانینو خلک د ځان دپاره البته زما هدف د سیاسونه نه دی چې سیاسون یې د ځان دپاره تعریفوي. ښه کله چې سیاسون غواړي خپل ځان په حلقه د یا په دایره د سیاست کې ونه وینو بیا نو کوشش کوي چې د تظاهراتو له لارې د زور له لارې د فشار له لارې پر حکومت او پر دولت او پر نړیواله ټولنه باندې فشار وارد کړي تر څو وکولی شي دوی بیا داخل د سیستم شي او یو سهم ورته ورکړل شي. اول خو لازمه دغه نه وه چې په تیره کې مونږ یو دوسره حکومت را تشکیل کړی وای. بدبختانه چې همغه دوسره حکومت محصول د دغه حکومت دغه اوسنی حکومت محصول د همغه دوسره حکومت دی. یعنی په ټوله کې هغه وخت کې یو چانس ورکړل شو یو واک ورکړل شو یو اختیار ورکړل شو او یو په یو شکل باندې خلاف د اساسي قانون ورته قانوني بنا ورکړل شو چې هغه بدبختانه د افغانستان د خلکو سرنوشت ډیر تر 5 حتی تر 6 کلو پورې د افغانستان په خلکو په سرنوشت باندې بازی وشو. اوس دغه همه شموله یا ټول شموله حکومت اعلانول د سیاست صفه به کوم تغییر وکړي یعنی عملي به شي او که نه بیا به هم هسې د خبرو په ټکو کې دا نور ګرځي د افغانستان سیاسونو ته. زما هیله د افغانستان د ولسمشر نه دغه ده چې په هیڅ وجه باندې دې ته تن کېنږدي چې بل ځل دپاره بیا معامله وکړي. ښه سیاسون خو به مخالف د نظام وي هغوی خو به نیوکه کوي خو زما هیله او خواهش د افغانستان د سیاسونو نه هم دغه دی چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د اساسي قانون په چارچوب کې او د افغانستان د ملي منافعو ته د احترام په خاطر باندې باید دوی داسې یو اپوزیسیون ووسي چې حداقل د دوی نیوکه د افغانستان د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي او یا هم د اساسي قانون خلاف نه وي. په ټوله نړۍ کې اپوزیسیونونه پر حکومتونو باندې نیوکه کوي. تاسو وکتل چې په امریکې کې د کلینټون او د ټرمپ ترمنځ ټاکنې ترسره کېدلې له شک پرته چې ټوله دنیا په دې باندې پوهېدله چې کلینټون برنده ده اما ټرمپ برنده اعلان شو په هغه حکومت او دولت کې. کله چې په امریکې کې ټرمپ برنده اعلان شو ټول خلک خاموش شول له شک پرته چې خلک تظاهرات وکړل راووتل اما د دوی تظاهرات د دوی نیوکه منطقي وه استدلال یې درلوده خلکو ته زیان نه رسولو یو مشخص ځای د خپل تظاهرات دپاره تعیین کړ او د همغو لارو نه یې هغه خپل سیاسي چارچوب ته ادامه ورکړ. دلته ستونزه په څه کې ده؟ دلته په دولتي نظام ته صدمه رسول کیږي، دلته په ټوله کې حکومتي نظام ته بله حکومتي نظام ته صدمه رسیږي. کله چې حکومتي او دولتي نظام ته صدمه رسیږي آینده د افغانستان خلکو ته صدمه رسیږي، د افغانستان اساسي قانون ته صدمه رسیږي، د افغانستان دغه خار ولس ته صدمه رسول کیږي. ګوره کلاره بندي او زبا حکومت کنټرول کړي، د چا حکم به وچلېږي؟ حکم خو به د عبدالله ټول شموله حکومت چې وایي حکم خو به او که بیا به 2014 تک راشي، نه په هیڅ وجه باندې د افغانستان خلک د دو توقع نور نه لري چې بیا د 2014 تک راشي. دا د افغانستان د خلکو په ټوله معنا باندې غوښتنه ده چې د افغانستان له سیاسونو نه، د افغانستان له مشرانو نه، له احزابو نه، هغه څوک چې ځان په دې وطن کې لیډر او رهبر بولي او هغه څوک چې حداقل د افغانستان د رایې پر اساس باندې ځان د واک ته د رسېدو په خاطر باندې یو زعیم بولي، د هغې نه د افغانستان د خلکو غوښتنه توقع دغه شی ده چې نور د افغانستان د خلکو پر افکارو باندې باید معامله ونه شي. په هیڅ وجه باندې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده. ښه، اوس نو راځم زه د افغانستان د خلکو نه یو ګیله لرم. صحیح ده، له شک پرته چې دغه ملي پروسه طی شوه سره له ستونزو او مشکلاتو، دا منو چې په دې کې ستونزې او مشکلات وو، خو دغه ستونزې او مشکلات بالاخره لاره د حل باید منطقي ولري، داسې هغه په اساس د یو داسې منطق باندې استواره یي چې موږ حداقل په هغو کې د یو بحران له لارې یو حل د بحران ته ووځو. همدا اوس دغه د 5 میاشتو نه اعلانېدل د انتخاباتو دخپله د افغانستان کې یو بحران وو، دا هم اقتصادي بحران و، هم سیاسي بحران و، هم اجتماعي بحران و، په دوی کې د افغانستان خلک سردوچاره و. حتی د افغانستان وګړو په دغه د ژمي دپاره د ازغ اخیستلو او یا د لرګیو اخیستلو د زغال اخیستلو توانایي او یا به یې نه لرله او که یې لرله هم ویل چې دوه درېږه ټاکنې معلومې شي بیا به وروسته دغونه سړی اقدام په دې کار باندې وکړي چې څه کېږي. یعنی هر څه دلته په یو داسې لاره باندې روان و چې هېڅ څوک یې سرنوشت نه پوهېدل چې سبا ته څه پېښېږي. ښه، اوس چې ټاکنې اعلان شوې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې صلاحیت لري چې طرفینو ته قناعت ورکړي او د قناعت پر اساس باندې ټاکنې اعلان کړي. دا اعلان شول، طرفینو هم خپل ناظرین په درلودل، په دواړو پروسو کې، هم په شکایاتو پروسه کې، هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دواړو بخشونو کې. دا نو چې اوس دوی نه مني او دوی مستقل دولت او حکومت اعلانوي او همه شمول یې اعلانوي، نو دا هم د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، هم د افغانستان د خلکو د افکارو سره په ټکر کې دی. اوس ښاغلی شهباز ډېرې حساسې شیبې دي، یو ډول ظاهرا ډراماتیک حالت دی، نړیوال هم چپاخ لوي، نړیوال غبرګونونه به څه وي؟ آیا دوی به همدا چپات شي او که نه کوم غبرګون به وښي؟ ښه، په ټوله کې خو اصلا دغه نړیوال مداخله نشي کولی اوس مهال، په دې خاطر مداخله نشي کولی چې دلته یو برخه مخالف د دغو پروسې د اعلان د انتخاباتو د هغوی نیوکې پر سیستم باندې وي، د هغوی نیوکې پر ټاکنو باندې وي، د هغوی نیوکې پر درغلیو باندې وي. ښه، کله چې اوس دغه پروسه طی شوه نو کیدای شي وروسته تر دې که چېرته نړیوال په سرې شکل باندې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني نه خپل حمایت او د دولت نه حمایت، اگر چې پرون په بي بي سي کې داسې شی نشر شول چې سازمان ملل متحد نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانستان د راتلونکي نظام نه خپل حمایت اعلان کړي، نو دا په دې معنا باندې ده چې دوی سریع نشي ویلی چون یو تعداد مخالف دی، هغه مخالف په دوی باندې بیا تور پورې نه کړي چې نړیواله ټولنه، امریکایان یا سفارتونه یا خارجیان یا نور هیوادونه د افغانستان په داخلي اموراتو کې مداخله کوي. دا په دې معنا باندې ده. وروسته لږ آرامېدو به دوی خپل دریځ اعلان کړي چې حکومت کوم پیشګیرانه اقدامات به ولري. له شک پرته چې حکومت باید پیشګیرانه تدابیر ولري د ټولو مواردو پر هغه باندې. زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره مشکله ده او د دو مشکل د حل د لارې پیدا کېدو په خاطر باندې د افغانستان مشران اوس باید سره یو لاس شي او کینی د افغانستان په راتلونکي باندې بحث وکړي. دا د موږ دپاره د منلو وړ نه ده چې په ار کې آیا ډاکټر صاحب عبدالله کینی او که ډاکټر صاحب اشرف غني کینی او یا هم تورسن کی دا د مو د پاره د منلو ور نه ده د مو د پاره د منلو هغه شی ور دی چې د دوی د دغه سیاسي پروسې نه یو داسې محصول ارایه شي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه د افغانستان خلک نور په یو آرامه سوکاله او باعزته توګه باندې ژوند ترسره کړي. ښه مونږ په ډېرو حساسو شیبو کې قرار لرو. د یو بل بحران د رامنځته کېدو په خاطر باید د افغانستان سیاسون ګام پورته نه کړي. دلته د ټاکنو د اعلان د نه ترسره کېدو په خاطر باندې مونږ یو بله پروسه چې د سولې په نامه وښه دغه د سولې پروسې محصول بالاخره باید چه شوی وای هغه محصول باید د افغانستان د یو منتخب رئیس جمهور سره ناسته ترسره کړي. یعنی مخالفین د نظام باید یو منتخب رئیس جمهور سره ناسته ترسره کړي او د هغوی سره خپله مذاکره پر مخ بوزي. نو که چېرته ټاکنې نه وي شوې قوات له نقطې څخه کولی شي ډېر قوي مخ ته لاړ شي. ګوره زما د قانوني اړخ نه د حقوقي اړخ نه که چېرته ټاکنو اعلان نه وای ترسره شوی نو طالبان باید چه سره ناست وای له ولسمشر اشرف غني سره له ډاکټر صاحب عبدالله سره له ښاغلي حکمتیار سره یا ښاغلي نبیل صاحب سره یا همداسې نور کاندیدانو سره. خو ټول ادعا د دې لري چې زه برنده یم بالاخره یو سرنخ باید معلوم شوی وای یو څوک خو باید رئیس جمهور اعلان شوی وای چې د طالبان راشي د هغوی سره مذاکره وکړي. هلته امریکایان وایي چې زموږ نهایي پایلو ته رسېدلی یو. نو اوس باید په دو باندې داخلي اجماع رامنځته شي. داخلي اجماع نه مې هدف دا دی چې د طالبانو مشران یا د طالبانو کوم ټیم باید افغانستان د حکومت سره مذاکرې ته چمتوالی ونیسي او د افغانستان حکومت هم باید چمتوالی ونیسي. ښه که چېرته ټاکنې نه وه اعلان شوې دغه ټیم د مذاکرې دپاره آیا تورسن صاحب اعلانوه که احمد ولی مسعود اعلانوه او که ډاکټر صاحب عبدالله یا هم ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي اوس دغه حالت سره په کتو څنګه کولی شي اوس خو چې هم سیاسي اجماع رامنځته کړي او هم یو ښه مذاکراتي اوس خو دغه طرف د قضیې معلوم شو له شک پرته چې ستونزې او مشکلات به وي اما د افغانستان د خلکو د رایو د محصول پر اساس باندې د کمیسیون مستقل انتخاباتو له اړخه اشرف غني د افغانستان ولسمشر اعلان شو. وروسته تر دې ولسمشر اشرف غني د دې حقوقي لحاظه د دې توانایي باید ولري چې له طالبانو سره مذاکرې ته هیئت وټاکي په نړیواله کچه په خپلو روابطو کې بیرته د کتو نظر ولري او یا هم په سیستماتیک شکل باندې د افغانستان نظام ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان ټولو میشتو اړخونو ته د خدمت کېدو ښه جوګه وګرځي. اوس خو طالبانو هم غبرګون ښودلی ویلي چې د غیر قانوني حکومت دی د سولې مذاکرات سره په تضاد کې دی یعنې خپل منځي خبرې به پیل شي دې غبرګون ته په کتو سره. ښه نو دا طالبان خو په هیڅ وجه باندې هیڅ نظام دلته مشروع نه دی بللی. هغه د افغانستان پخوانی نظام چې ښاغلی حامد کرزی پرست کې و هغه هم لاسپوڅی نظام بللو او په هیڅ وجه باندې آماده د دو نه و چې د کرزي صاحب سره ناسته ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غني افکار د طالبانو دپاره یا د منلو وړ یا د نه منلو وړ اصلي اساسي خبره نه ده. هلته اصلي او اساسي خبره دا ده هر هغه څوک چې ارګ ته ولاړل هغه ولو که یو سک او هندو هم وي هغه د طالبانو دپاره د منلو وړ نه دی. دا پتن په هغې باندې تور لګي چې دغه فرد موږ دپاره د منلو وړ نه دی. دلته په ټوله کې نظام د طالبان دپاره د منلو وړ نه دی. دلته په ټوله کې د سیستم د طالبان دپاره د منلو وړ نه دی. دغه د نړیوالې ټولنې سیستماتیک حضور د افغانستان د حکومت سره له دولت سره د طالبان دپاره د منلو وړ نه دی. نو له دې اړخه طالبان کوشش کوي چې له امریکایانو سره خپله مذاکره وکړي او دا مذاکره یې ومکړه او پایله به یې نظر د دوی په ویلو سره چې پر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلکو ته اعلان شي او ټرمپ هم دې ته لیواله دی چې باید دلته سوله وشي. دوه خو وشي نویمې دقیقې ته رسېدلي واقعا هم خو اساسا نقطه په دې کې ده چې ټرمپ د یو نوي انتخاباتو دپاره آمادګي نیسي په امریکا کې. هغوی د امریکا د خلکو سره په تیرو انتخاباتو کې چې خپل شعار یې ورکولو دغه د ځان دپاره هدف ټاکلی و چې زه به په افغانستان کې سوله تامینوم د افغانستان نه به خپل سرتیري راوباسم او هغلته د اوږدمهاله جګړه به ختموم او د دغو جګړې کاست یا د قیمت به هم راټیټوم. اوس ښاغلی شهباز دلته په حکومت کې دننه یوې خوا د ولسمشر غني حکومت چې تېره ورځ خپل باورلیک هم د کمیسیون لخوا ترلاسه کړ هخوا تاکندلو چه اعتراضونه یک برگونونه پیل کردی دی یه ویخا جنرال دوستم وی چې په ولایتونو کې والیان دوی په خپل اټاکي دغه ډول یو حالت څومره کولی شي بیا د 2014 کال په څیر د افغانستان د تجزیې مسله بیا راپورته کړي؟ د تجزیې خبره خو په هېڅ وجه باندې صدق نه کوي. ولایتونه زموږ موږ غواړو چې په تېره په شمالي ولایتونو کې والیان موږ په خپله وټاکو، حکومت به زموږ وي. نه، دا تر یو حده پورې دا خبرې دي. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د میشتو سیاسونو سره د خپل دریز معلوم کړي. دلته نړیواله ټولنه حضور لري، دلته د ناټو قوتونه حضور لري او مونږ سیاسي روابط په نړیواله کچه باندې لرو. په هیڅ وجه باندې دې ته زمینه سازي باید ونه شي چې داسې یو حکومتونه چې رامنځته شي چې هغوی د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ نه وي. مونږ د تجزیې حالت هیڅ وخت نه شو ورننتلی. دا د افغانستان مشت قومونه لکه ورونه داسې دي، لکه د یو فامیل حیثیت لري. او زه د حکومت کنټرول کې ده له شک پرته چې دا کنټرول کیږي او دا لنډمهاله دی دغه وضعیت. کله چې دلته یو فراگیر او د ټولو دپاره د منلو وړ نظام را تشکیل شي، له شک پرته چې دغه 50 جمع 1 په اصل کې هغه 49 مخالف دي، دغه 49 باید خپل غږ همیشه راپورته کړي او دغه 49 افرادو غږ باید منطقي وي، هغه پر اساس د یو قانون باندې استوار وي، نیوکه باید پر ځای وي. دا په ټولو نظامینو کې شتون لري. اوس دلته چې مونږ دغه 49 افراد راپورته کیږي او پر 50 جمع 1 چې یعنې یو 50 افراد دي، پر هغو باندې نیوکه کوي، دا له ټکر سره مواجه کیږي. چون مونږ یو نارسه نظام او یو وروسته پاتې مملکت او د اقتصاد له اړخه ضعیف ناتوانه او په 40 کلن جنګ کې درگیر نظام لرو خلک لرو. نو دلته دغه ستونزه او مشکلات شته تر یوه حده پورې. خو کله دغه ستونزه او مشکلات د حل لاره څه شی؟ اصل د حل لاره هغه افراد چې غواړي پر نظام باندې نیوکه وکړي، دغه 49 نفره نور هم غواړي چې له یوه اړخه په نظام کې دوی دخیل شي. دوی غواړي د دوی لیډران د دوی مشران په نظام او په حکومتدارۍ کې دخیل واوسي. هغوی غواړي چې د ځان دپاره یو امتیاز لاسته راوړي. د امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې دوی هڅه کوي چې فشار وارد کړي. نو له شک پرته چې کله کابینه تشکیل کړي، کله د کابل د والیانو تعیین کی او کله په بهرنیو هیوادونو کې سفیران تعییني او دوی ته باید ونډه ورکړل شي او دا ونډه ورکول کی بیا وروسته دغو نه د ټول میشت اړخونه آرامیږي. او دلته امریکایان هم له شک پرته چې بدبختانه دوی هغه خپل حالت نه دی د افغانستان د خلکو دپاره تعریف کړی. یعنې دغه حضور د افغانستان د خلکو دپاره باید داسې وایي چې کله ټاکنې ترسره کړي، کله د دیموکراسۍ یو اصل نهادنه کړي، د دوی دریځ باید واضح او څرګند وایي چې د افغانستان خلک پوه شي چې امریکایان خارجیان په افغانستان کې څه غواړي باید وکړي. د دوی دغه چوپ پاتې کېدل هم تر ډېره پورې سوالبرانګیز دي له شک پرته. خو په ټوله کې هر څه باید مونږ له خارجیانو ونه غواړو، خپله باید لاس پکار شو. مونږ خپله د افغانستان خلک باید لاس پکار شو. زما هیله اوس د افغانستان له ولسمشر نه اول سر کې پرده باندې زما غږ دغه دی چې ټول میشت اړخونه سره راټول کړه. هغه څوک چې برنامه لري، هغه څوک چې واقعا د وطن دپاره خدمتګار پاتې کېدلی شي، نور د هغو پر وړاندې چوپ پاتې کېدل د ولسمشر دپاره لازمه نه ده. هغوی باید خپل څنګ ته راوغوري او واقعا هغه څه چې لازم دی هغوی سره باید ترسره کړي. په دغه میشتو ټیمونو کې ټول باید راوغواړي. څوک چې اهل د برنامې دي، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ دي، هغوی نه باید استفاده وشي او کار ترې نه واخیستل شي. او له سیاسونو نه مې هیله دغه ده چې نور د وطن بحران ته داخل نه کړي او دلته د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې نور بازي ونه کړي. دغه خلک پرېږدي چې په یو ارامه فضا کې خپل ژوند ترسره کړي. سلامت اوسئ. ډېر منظم وګڼه. سلام و صبح همه بخیر. نگرانی ها پس از اعلام پیروزی از سوی عبدالله پس از موفق دانستن و یا پیروز دانستن محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در میان مردم موجی از نگرانی ها را به میان آورده است و این طرف هم شماری به این باورند که این عملکرد آقای عبدالله با یک نحو پشتیبانی سیاسی مردمی دارد. در ابتدا گزارش می‌بینیم و دوباره برمیگردیم. کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را اعلام کرد. این نتیجه با استقبال اشرف غنی و مخالفت عبدالله به همراه شد. ما اینجا پیروزی را نه تنها برای و استادگی مردم ما به دست آوردیم، بلکه آن را از کام دسایس بیرونی نیز بیرون ساختیم. ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود اعلان میکنیم. عبدالله غنی 5 سال در کنار هم کار کردند، اما با مخالفت های شدید. اختلاف تازه به میان آمده روی اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری مردم را به شدت نگران ساخته است. نو غواړو چې نور د جنجالونو جوړ شي، یو وایي چې زه پاچایم، بل وایي چې زه پاچایم، ځکه چې دا ډېر اصولو ته ضرر رسوي. میخوایم که یک حکومت سرتاسری، یک صلح سرتاسری باشه، خوشحالی، بی‌غمی، سرفرازی باشه. دیشب برگه تازه در تاریخ افغانستان ورق خورد. اعلام موجودیت دو حکومت در کنار هم. گفته میشود کشور همین اکنون در حساسی ترین موقع زمانیش قرار دارد. شاید از این روز که مردم هم میخواهند این بحران هر چیز زودتر مدیریت شود، پیشتر از آن که افغانستان از چشم جام جهانی بیرون بیفتد. د موازی حکومتونو اعلانول هیواد نور هم بحران ته بیول کیږي او بیا یې نه ډاکټر عبدالله دا راپورته کیږي چې زینمنه چې کول بجن یک بچا راپورته کیږي. سیاسی مبارزه جدید است میکشه د وطن په ګټه. سیاسیون میگویند برخلاف انتظارها اعلام نتایج انتخابات صفحه جدید در تاریخ افغانستان نیاورد، بلکه تصویر جدید بحران را به نمایش کشید. طبیعی است که اگر این التهابات و این اختلافات و این منازعه پیش بره، نیاز به یک میانجیگری و نیاز به یک مداخله بیرونی است. در حقیقت حامیان بین‌المللی و محورها، احزاب، شخصیت‌ها باید به یک نحوی برای حل مشکل دست به کار شوند. بسیاری‌ها به این باورند که حل چنین بحرانی به از خود گذری نیاز دارد و این بحران با خلق تنش‌ها و اقدامات فراقانونی حل شدنی نیست. در رابطه با پیامدهای این تصمیم آقای عبدالله بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای محمد حیدری، فعال سیاسی. حیدری صاحب، تشکر که تشریف آوردین. از اینجا آغاز کنیم که آیا 2014 در راه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های خوب تلویزیون شما. اجازه بدین یک طرح بحث کوتاه هم داشته باشیم. انتخابات برای افغانستان، برای کشوری که شما وقتی تاریخ 250 سالشان را مورد ارزیابی و کنکاش قرار بدین، همیشه انتقال قدرت همراه با خشم و خون و خشونت به همراه بوده. یعنی هیچگاه ما یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز را در افغانستان تجربه نکردیم. دموکراسی تزریقی، نوپا، جوان یا هر چیزی که اسمش میگذاریم، حداقل تنها دستاوردی که داشته ای بوده که در انتقال قدرت یک رسم و سنت خوبی را گذاشتن که انتقال قدرت همراه با خون و خشونت و شهادت و کشت و کشتار نبوده. هموطنان بی‌دفاع و بیگناه ما در این راستا به شهادت نرسیده و در جوامعی که دموکراسی رو تازه میخواد تجربه بکنه، برعکس سایر کشورها که انتخابات میتونه یک بخش از دموکراسی باشه، اما در جامعه جهان سومی و جامعه مثل افغانستان انتخابات رکن دموکراسی محسوب میشه. من فکر میکنم که قدر این روند را باید بدانیم. سبوتاژ انتخابات به نفع هیچ کسی نیست و نخواهد بود و نپذیرفتن روندهای حقوقی و قانونی میتونه که مرگ دموکراسی را در افغانستان رقم بزنه و این معنیش هستن که پشت پا زدن به تمام ارزشهای 18 ساله که ملت افغانستان به پای از اون مبارزه کردن و قربانهای بیشمار را که مردم افغانستان در این حوزه پرداختن و این در واقع به احترامی به 100,000 خون نیروهای امنیتی افغانستان است که برای حفظ همین ارزش‌ها تلاش کردند. حالا بحثی است که آیا 2014 تکرار میشه یا نمیشه. من فکر میکنم که در تمام دنیا انتخابات در ظاهر یک برنده میداشت باشه، ولی برنده واقعی همه طرف‌ها هست، چرا که اونا در یک پروسه رقابتی شرکت کردن در یک پروسه سیاسی مشارکت داشتن، رأی خود کم یا زیاد رأی میارن. ولی اگر یک موضوع رو میخوایم اشاره کنیم، مثلا در انتخابات 2016 ایالات متحده آمریکا 95% از تحلیلگران دنیا حتی بحثش بود که خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور آمریکاست و آقای ترامپ هرگز شانس برندگی در برابر خانم کلینتون نداره. ولی برعکس او پارادایم غالب دیدیم که آقای ترامپ آمد و در ازای چند ساعت خانم کلینتون هم به آقای ترامپ تبریک گفتن. با باور شما چه چیزی به عنوان برگ برنده آقای عبدالله دانسته می شود؟ چه چیزی به عنوان نقطه ضعفش و کشاندن آقای عبدالله به بیرون از میتونیم بگویم خواسته هاش؟ خب من فکر میکنم که آقای عبدالله یک از شخصیت های سیاسی مطرح کشور است. تا به حال در مبارزات سیاسیشان همیشه با اعتدال رفتار کردن. من فکر میکنم که این بار هم شرایط افغانستان اقتضا میکنه که برآیندهای قانونی و حقوقی به تمکین کنن و افغانستان بیشتر از این مردمش، اقتصادش، سیاستش، وضعیتش به لحاظ امنیتی، وحدت ملیش، اینا هیچ کدامش در واقع توانی ایران نداره که افغانستان یک بار دیگر بره به کشمکش و منازعه و بحران. آقای عبدالله رقابت خود را کردن، رأی قابل ملاحظه هم آوردن، ولی در تمام دنیا انتخابات یک برنده می داشته باشه. انتخابات یک فرصت بود، در یک بستر مسطح اینا با همدیگر رقابت کردن. من فکر میکنم که امروز بایستی به همو شرایط قانونی تن به تن نقطه ضعف ها، خب من نمیخوایم روی نقطه ضعف هایش تمرکز کنم. آنچه که آقای عبدالله را از رسیدن به هدفش درمی بره زمانی باز می‌داره، کدام موارد است که پیش از پیش تدبیر نشده بود که یعنی شما فکر میکنین که بعد از زمان معین رفتن دنبالش؟ خب من فکر میکنم که اینا بایستی به مبارزات خود را، شما در جریان هستید که در زمان کارزارهای انتخاباتی کمتر از یک هفته مانده به پایان به کمپاین‌های انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله و تیمش وارد تبلیغات انتخاباتی و کمپاین انتخاباتی شدن. او طبعا نتیجه آقای عبدالله دو پهلو بازی کرد در انتخابات، فکر میکرد که انتخابات نمیشه، پروسه صلح، تا آخرین روزی که حتی نتیجه انتخابات هم برگزار میشد آقای عبدالله تمرکز زیاد سر بحث انتخابات نداشت. مثل آقای اتمر فکر میکرد که گویا بحث انتخابات نتیجه نمیده و صلح در راه است و باید تحت عنوان پروسه صلح ما انتخابات برگزار نمیشه. من فکر میکنم که اون مسائل باعث شد که آقای دکتر غنی بتونه رأی بیشتر را به دست بیاره. فکر میکنین که این تصمیم آقای عبدالله چه پیامد خواهد داشت و در کنارش دید جهان با توجه به چالش‌هایی که انتخابات افغانستان داشت به این روند چگونه خواهد بود؟ خب برغم اینکه جامعه جهانی در اول گفتن که انتخابات را حمایت نمیکنن، ولی در نهایت سهم گرفتن در تمویل انتخابات و این انتخابات یکی از پرهزینه ترین انتخابات های دنیا هم هست. جامعه جهانی به هر حال در کنار این نظام قربانی های بیشمار پرداخته و من فکر میکنم که گزینه غیر از انتخابات وجود ندارد. در غیر از او اگر ما متوسل به گزینه غیر از انتخابات شیم، امارت اسلامی هم یک گزینه است. حکومتی خیلی کس، هر کس از یک گوشه میتونه یک طرح حکومت بده و خودش به سهم خودش و به زعم خودش حکومت ایجاد کنه. پس قانون اساسی چی میشه؟ قوانین کشور چی میشه؟ مصالح کلان کشوری چی میشه؟ این قربانی‌های بیشماری که در راستا پرداخته شده اینا چی میشه؟ این است که شماری از طرفداران آقای عبدالله و کسانی که در تیم آقای عبدالله هستند اونا به این باور هستند که ما از قبل هشدار داده بودیم که اگر اقدام غیر قانونی صورت میگیره، اقدام صورت میگیره که برخلاف خواست ما است، ما اقدام میکنیم و ما هم واکنش نشان میدیم و این روند تحریم میکنیم و از او بیرون میریم. واقعا آنچه که شما دیدین در این روند اقدام غیر قانونی که بیای منجر به اعلام پیروزی موازی آقای عبدالله شو انجام شد؟ نه، این خب من فکر میکنم بیشتر به یک موضع سیاسی کمتر به یک جوگ سیاسی بیشتر شبیه است. اگر کمیسیون ما را برنده اعلان کرد ما را قبول داریم و روند دموکراتیک، حقوقی، قانونمند بوده. اگر ما را برنده اعلان نکرد باز ما او را قبول نداریم. اگر شما با انتخابات را قبول نداشتین، کمیسیون انتخابات را قبول نداشتین، از اول وارد پروسه نمیشدین، از اول میگفتین که این پروسه را ما به رسمیت نمیشناسیم، این پروسه یک پروسه غیر قانونی است، غیر دموکراتیک است، مثلا رقابت یک رقابت سالم نخواد باشه. ولی وقتی که میاین کاندیدا میشین، انتخابات میشه، کمپاین برگزار میشه و شما هم گام به گام پیش میرین. وقتی که این نتیجه به دستان میرسه که گویا ما در انتخابات برنده نیستیم، باز میگین که ما این را هیچ گونه مسئولیتش به عهده نمیگیریم مگر کدام بحران پیش آمد. اول که بحران پیش نمیه، چون مردم افغانستان دیگه واقعا تحمل یک نفاق و شقاق و از همگسیختگی دیگر را نداره و واقعا انرژیش هم نداره. اجازه بده که امی وضعیت بره به جلو، استبات در افغانستان تأمین شود، اقتصاد افغانستان، اقتصاد ورشکسته افغانستان مدیریت شود. دومی که اگر این پروسه را قبول نداشتین، از اول میگفتین قبول نداره، چای هزینه 190 میلیون دلاری سر انتخابات شود. این همه زمان مردم افغانستان منتظر از این باشه که بالاخره بیا کسی بر سر اقتدار که از مشروعیت مردمی برخوردار باشه. من فکر نمی‌کنم یک ادبیات رقابت محور در یک بستر دموکراتیک باشه. با توجه به عملکرد آقای عبدالله در انتخابات‌های گذشته و آنچه که ما تجربه کردیم، آقای عبدالله به دنبال چی است؟ فکر می‌کنین که به هدفش میرسه؟ من فکر می‌کنم که حکومت افغانستان نباید در برابر سیاستمداران کشور از حسادت و از نگاه‌های رقابت محور استفاده کنند. من فکر می‌کنم که کشور نیاز به یک حکومتی که به وجود میاد بایستی از یک قاعده وسیع مردمی و سیاسی برخوردار باشد. رئیس اجرایی افغان، رئیس به تیم ثبات همگرایی هم یکی از شخصیت‌های سیاسی کشور است و کسایی که در کنارشان هم از شخصیت‌های مطرح و جا افتاده کشور است. اونا هم میتونه بدون شک در حکومت آینده افغانستان در صورت سهیم باشن که خب طرف اپوزیشن نگیره. در صورت که اپوزیشن سیاسی باشن طبیعتاً اپوزیشن است. در صورت که اینا بخوایم، من فکر میکنم که حکومتی که به وجود میاد باید این ظرفیت و این توانمندی را داشته باشه که از رقبای دوران انتخاباتیشان هم در حکومت جذب کنه. تیم و یا کسانی که در دسته انتخاباتی آقای عبدالله هستند، با توجه به اعلام پیروزیشان فکر میکنین که چه تاثیر روی وضعیت امنیتی خواهند گذاشت؟ چنانچه ما مشاهده کردیم دیروز سخنان آقای دوستم، و فکر میکنین که واقعا وضعیت طوری است که دیگه این سر و صداها و یا این مخالفت ها تاثیرش نمیگذاره و یا میگذاره و ما منتظر باشیم با توجه به حساسیت وضعیت افغانستان که بحث صلح هم است، ممکن یک گزینه سوم روی میز باشه؟ ببینین، تجربه تاریخی چه نشان میده؟ هر زمانی که یک گسست داخلی به وجود آمد، یک جریان افراطی و یک جریان سومی شکل گرفت که او کل افغانستان را بازم دولتداریش، حکومتداریش، توسعه‌ش، اقتصادش، قوانینش از بن به چالش کشان. شما تجربه بسیار نزدیک دورم نداریم، ما چند سال پیش تجربه طالبان را داریم. وقتی مجاهدین نتونست بین خود به تفاهم برسه، جنگ همه علیه همه و ویرانی همه علیه همه شکل گرفت. ببینین که گروه به نام طالب شکل گرفت و آمد همه چیز را به چالش کشید. افغانستان به یک شهر ارواح، تاکستان های شمالی آتش گرفته شد، بودای سر به فلک کشیده بامیان و زمین فرو ریخت و تمام تنها ساختمان ها و آبدات تاریخی کشور ویران نشد، فرهنگ کشور آسیب دید، جغرافیای کشور، عظمت کشور آسیب دید. من فکر میکنم که طبیعتا از این فرصت دشمنان امن و نظم عام افغانستان استفاده سو خواهد کرد. در هر دنیا، در هر گوشه از دنیا، تنها افغانستان مثال نمیزنم، در هر گوشه از دنیا وقتی خلای امنیتی و سیاسی به وجود میاد، گروه‌های تروریستی افراطی دیگه ازش استفاده میکنن، مثل شمال آفریقا، مثل کشورهای شرق میانه، مثل افغانستان، مثل حتی پاکستان. اینا کشورهایی بودن که گسست سیاسی و نفاق ملی درش حاکم بوده. از این فرصت ها گروه‌های تروریستی، گروه‌های افراطی استفاده میکنه. من نگران از اینم که از این فرصت طالبانی که ایالات متحده آمریکا برش یک فرصت بسیار خوبی را فراهم کرد به خاطر مذاکره، یک مذاکره مستقیم خود، این فرصت برای طالبان هم میتونه، برای سایر گروه‌های تروریستی هم میتونه یک فرصت باشه و از این سو استفاده کنه. فکر میکنین که اهمیت انتخابات افغانستان و اعلام این نتیجه برای جهان چی است و واقعا در حال حاضر ما به کدام سو روان هستیم و کدام جناح‌ها را فکر میکنین که واقعا ممکن در افزایش بحران در افغانستان اونا نقش اساسی را ایفا بکنن و آیا جهان به خصوص امریکا در حال حاضر فکر میکنین چه تصمیمی خواهد گرفت؟ خب ما دیشب شاهد پیام رسمی اتحادیه اروپا در رابطه با انتخابات بودیم. اونا برای شومورغنی تبریک گفتن و این پروسه را ازش حمایت کردن. من فکر میکنم که مطابق به قانون اساسی، مطابق به قانون عادی، مطابق به قوانین انتخابات، مطابق به طرز عملها و لوایحی که وجود داشت، نتیجه انتخابات اعلام شده. یعنی جامعه جهانی هم بایستی از قانون در افغانستان حمایت کنه، نه از کارهای فراقانونی دیگه. این فرصت برای هنوز در اگر ایالات متحده آمریکا هم میخواین صلح افغانستان به نتیجه برسه، بالاخره باید یک حکومت در افغانستان بر سر کار باشن تا بتانن این پروسه رو مدیریت کنه. در غیر از او احزاب سیاسی و نمیفهم جریانهای سیاسی بدون یک حکومت مقتدر و مشروع نمیتونن که بحث صلح افغانستان هم به نتیجه برسانه و ایالات متحده آمریکا هم نمیتونه به تعبیر خودشان از افغانستان وقتی بنای بر خروج داره خروج مسئولانه را از افغانستان روی دست بگیره. فکر میکنین که بحث انتخابات و رقابت آقای غنی و عبدالله با توجه به جو سیاسی جاری در افغانستان چقدر بحث قومی است؟ چنانچه شمار خواسته یا ناخواسته به می گلال میزنن خدا و فکر میکنن که بحث قومی است. دیدگاه شما چیست؟ خب متاسفانه منازعه بر سر قدرت در افغانستان همیشه چنین بوده و حالا هم نمیشه این واقعیت را ما انکار کنیم که قومی نیست، ولی من فکر میکنم یک بخش از این قومی است، ولی یک بخش از این به خاطر امتیاز طلبی های سیاسی هست، به خاطر افراد، به خاطر خودخواه هایی که یک تعداد نمیخواد بپذیره که در یک رقابت سیاسی به یک نحو بازیر واگذار کرده به طرفشان. این در خیلی از کشورها داره اتفاق میفته و در دیگر کشورهایی مثلا وقتی نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر قبلیش قبل از خانم ترزا مه نتانست بحث برگزیت را مدیریت کنه، خودش استعفا داد. وقتی خانم ترزا مه هم آمد نتانست بحث برگزیت را مدیریت کنه، استعفا داد و جایش نخست وزیر جدید آمد. من فکر میکنم که باید بپذیریم که در یک بازی سیاسی هم باخت وجود داره، هم برد وجود داره. گاهی برنده هستیم، گاهی بازنده هستیم، ولی به خاطر منافع کلان کشور آدم باید هر دویش بپذیره و در سیاست نمیشه که همیشه برنده باشیم و هیچ وقت باخت را نپذیریم و باخت را اصلا چرا باید بحث حیثیتی کنیم؟ شما رقابت کردین، اتفاقا رای خوبم گرفتین، به هر حال این نشان میده که پایگاه مردمی خوبی دارین، میشه که به عنوان اپوزیسیون سیاسی در افغانستان فعالیت کنین برای یک دور بعدی با یک فرد دیگه وارد رقابت سیاسی شوند. خب در اخیر اگر جمع‌بندی داشته باشیم جناب استاد، که فکر میکنین چقدر زیر ساختها به خاطر روندهای دموکراتیک در افغانستان ساخته شده و ما چقدر در این تمرین موفق بودیم و در کنارش برنامه کلان جهان بر افغانستان به خصوص واشنگتن چی است؟ فکر میکنین که طرفدار چگونه یک وضعیت هستند که بریم با یک حکومت با صلابت بر سالهای متمادی و یا نه هنوز هم رقابت هایی که وجود داره ممکن افغانستان از داشتن حکومت مقتدر باز داره؟ ما در قسمت سیاست جهان یک جمله رو میخوایم بگویم که کشورها با ما برادرخواندگی نداره و دلش هم نمیسوزه. کشورها بر اساس منافع خود حرکت میکنه، بر اساس اصل به نام منافع ملی و امنیت ملی. بر از اینا مهم نیست که اینجا طالب حکومت میکنه یا تکنوکرات یا مجاهد. بر از اونا این مهم است که از چه طریقی، از طریق کدام مکانیزمی منافع اونا تامین میشه. این در قسمت مسائل مربوط به دنیا. در قسمت اما بحث اصلی ما روی خود ماست. ما همیشه احاله مسئولیت کردیم. پاکستان مقصر است، ایران مقصر است، روسیه و چین مقصر است، آمریکا مقصر است. یک بار نپرسیدیم که اگر این همه دنیا مقصر است، نقش خود ما در این همه کوتاهی‌ها چیست؟ مقصر اصلی نه ایران است، نه پاکستان، نه آمریکاست، نه روسیه. مقصر اصلی خود ما ایم که نمیخوایم مسئولیت خود را بپذیریم و احاله مسئولیت میکنیم. ما همیشه در مردم جنگی بسیار خوب هستیم، خوب جنگ میکنیم، جهاد هم میکنیم، اینا رو خوب بلدیم، ولی در حوزه سیاست بد سیاست میکنیم و به تعبیر دیگر دور میخوریم، باز به دروازه خود ما گل میزنیم. مشکل اساسی در این است که ما هیچگاه نتوانستیم روی یک بحث واقعی ملت سازی در افغانستان کار کنیم. با شعار ملت سازی آمدیم، باز در عملکرد قومی عمل کردیم، در عملکرد سمتی عمل کردیم. لذا راه حل اساسی و بنیادی برای عبور از این مشکلی هستند که ما روی یک افغانستان واحد کار کنیم، روی یک افغانستان مقتدر کار کنیم و به بحث ملت شدن عمیقا کار کنیم. هنوز بسترهای دموکراتیک در افغانستان به اون شکلش فراهم نشده. امی بستر نوپایی که در مباحث دموکراسی و آزادی و حقوق شهروندی شکل گرفته، همین را ماسب نرسانید. فکر میکنین با توجه به رقابت‌های کشورهای منطقه و جهان در افغانستان وضعیت کنترل خواهد شد و چگونه؟ خب اگر ما بر بستر نفاق، بر بستر گسست، بر طبل گسست و در واقع نفاق ملی بکوبیم، همدیگر را نپذیریم، نتایج انتخابات را نپذیریم، با همدیگر در تقابل و چی باشیم، هم کشورهای رقیب، هم کشورهایی که میخواد افغانستان برایشان بستر برای جنگهای نیابتی باشه، به تعبیر بسیار سادهش تشه اونا دسته پیدا میکنه و افغانستان را بار دیگه میبره به یک منجلابی که باز ما نتانیم تا یک چند دهه دیگر از پشت از او مصایب و مصیبت ها و جنجال ها برایم. فکر میکنم افغانستان آهسته آهسته در مسیر توسعه، در مسیر درست فرهنگی، علمی، آموزشی و رسانه‌ای قرار گرفته، آزادی بیان تا حدود شکل گرفته، تحصیلات عالی افغانستان، معارف افغانستان، زیرساخت‌های افغانستان به رغم چالش‌هایی که داشته تا حدود را ترمیم شده. این روند اگر ادامه پیدا نکنه، خدای نخواسته به هر دلیلی که این وضعیت متوقف شود، آسیب اصلی را ملت افغانستان می‌بینه، مردم افغانستان می‌بینه و پیکر زخم خورده به نام افغانستان می‌بینه در کلیتش، نه افراد. بسیار تشکر جناب حیدری که تشریف آوردید. دوباره خوش آمدید. و بحث انتخابات افغانستان در حال حاضر به دو دیدگاه در کشور مبدل شده است. شماره به این باورند که حکومت تشکیل شده و باید مردم افغانستان برند دنبال کارشان و همه چیز باید طبق معمول و پیش برود، اما شماره با این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مخالفند و دیدگاهشان این است که قوانین به شکل همه‌جانبه در نظر گرفته نشده است و باید به خواست آقای عبدالله رسیدگی شود و چنانچه دیده میشه وضعیت به یک نحوه به دو سو روان دیده شود که ما به کجا خواهیم رفت و رای حل به خاطر پایان این تنش‌ها چه خواهد بود. در نخست گزارش اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از نزدیک به 5 ماه واکنش برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی را به همراه دارد. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که روند تطبیق فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل نشده و این نهاد عجولانه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده است. کمیشنرها باید به محکمه کشانده شوند و ازشان پرسان شود که چرا همچو عجولانه و شتابزدگی رفتن به طرف نتیجه قبل از اینکه تلاش کنند که پروسه را بیشتر قانونمند بسازند و نهایی بسازند و برند به این مسیر. مجتمع نهادهای جامعه مدنی نیز تاکید می‌کند که کارکرد کمیسیون‌های مستقل انتخابات و اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری روند مردم سالاری را در کشور با پرسش همراه کرده است. آنچه اتفاق افتید نشان می‌دهد که افغانستان 20 سال گذشته فرصت طلایی را که برای ایجاد نهادهایی که بتونه افغانستان را به یک ملت تبدیل بکنه سرمایه‌گذاری درست نکرد. از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان برای حل تنش انتخاباتی در کشور خواستار پادرمیانی شخصیت‌های نخبه ملی و بین المللی شده تا زمینه تفاهم و گفتگو را میان رهبران سیاسی فراهم کند. نخبه‌های سیاسی کشور، سربزرگا که اینها به تفاوت نمانند، در بین باید کار بکنند که از یک بحران جلوگیری بکنند و در یک تفاهم بالاخره مشکل حل فصل شود. از سوی دیگر به اساس یک نامه نشر شده که به امضای رئیس دفتر عبدالله رئیس اجرایی کشور گفته شده است که تمام اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی ممنوع خروجند و از وزارت داخله خواسته شده است تا جلو سفر آنان به بیرون از کشور را بگیرد. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای نجیب وردگ، رئیس روند خط 3. جناب وردگ بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردین. کمیشنران باید محاکمه شوند به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان ملت ده او د استاس تلویزیون ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره جالبه خبر دا ده چې نن ورځ د کمیسیون د انتخاباتو آخري پایلې اعلان کړې او د افغانستان د ولسمشریزه بالخصوص د ولسمشر د دوی د کامیابی مبارکي ورکړه. زه په دې باندې وایم چې ولې همیشه پر افغانستان کې موږ افغانستان خلک خپل او بالخصوص هغه څوک چې کاندیدان وو او هغه څوک چې نن ورځ د بریا چیغې وهي دوی ولې خپله ناکامي نه مني. زه د حکومت نماینده نه یم اما باید حق وویل شي. مهمه خبر کله چې 5 میاشتې در حدود 5 ماه است که ما منتظر انتخابات و نتایج انتخابات هستیم و ما چرا نمیپذیریم؟ چرا همیشه دلایل خاص را ما پیش میکنیم و به گونه مردم ما مشغول پرسه های میسازیم که بالاخره بر امنیت ما، بر حفظ جان مردم افغانستان و همیشه به خاطر منافع شخصیشان ما او را بالاخره بر جنگ شماری از نهادهایی که در بخش انتخابات فعالیت میکنن مانند تیفا و فیفا دیدیم که به یک نحو نگران هستند و یک تعداد به این باور هستند که باید میانجیگری شود این روند. شماره میگن این روند زیر پرسش رفته و یک دستش میگه باید کمیشنران مورد پیگرد قرار بگیرن. فکر میکنین که چه چیزی واقعا اینا را قدر نگران ساخت در رابطه با برایند انتخابات؟ ما اولی را میگم که خود نهاد پیفا که در بخش انتخابات یک بار لطف بکنن تمام گزارشاتی که از روز اول در پروسه انتخابات و همیشه داشته و تا امروز مثلا و با مردم افغانستان شریک میکنه چطور نمیتونه بالاخره حقایق به مردم افغانستان بگویه؟ چرا بعض از مسائلی که با وجود از اینکه ما خبر داریم ولی هیچگاهی نتونسته با بسیار جرأت اون را بر مردم افغانستان آشکار بسازه که کی برنده است و کی بازنده است. اما اگر ما به گونه یک بار دیگر فرصتایی که به خاطر صلح بر افغانستان میایه و فرصتایی که بر پیشرفت افغانستان میایه ما به گونه بالاخره مانع از این پیشرفت ها میشیم. ما فکر میکنیم که ما هیچ بدیل خوبتر نخواد داشتیم بجز از اینکه ما بالاخره نتایج نهایی اعلان شد و ایرا بازنده باید باخت خود قبول بکنه و برنده هم باید به کار خود ادامه بده و بالاخره در اولیت کاری خود باید در پروسه صلح جدی کار بکنه و بالاخره تا ما نتیجه از صلح داشته باشیم. و اگر ما بس یک بار دیگر با چنین مشکلات مواجه میشیم بجز از اینکه مردم افغانستان در ایج ضرر میبینه هیچ پیشرفت ما در هیچ پروسه نخواد داشتیم. با توجه به گذشته افغانستان که شمار به این باور هستند که افغانستان کشور جرگه هاست، فکر میکنین که این مشکل از مسیر قانونی حل میشه و یا نه باز هم ممکن بحثای مانند جرگه و یا میانجیگری های از سوی کشورهای خارجی بزرگان سیاستگران افغانستان به میان بیاید که نتیجه را تغییر بدن؟ ما فکر میکنم اگر یک بار دیگر ما حکومت مشترک داشته باشیم از این بدبخت‌تر میشیم. دگام بدبخت‌تر میشیم. ما در 5 سال در حدود بیشتر از 47,000 یا 46,000 افراد ملکی و نظامی تلفات داشتیم. بر 82 الی 86 خواهد رسید و ما شاهد هستیم که بدبختی که در 5 سال ما قربانی بودیم چی از لحاظ امنیت بود چی از لحاظ بیکاری بود. اگر یک بار دیگر ما حکومت مشترک داشته باشیم و اگر یک بار دیگر ما به این فکر هستیم که خب بیاین ما دوباره حکومت مشترک داشته باشیم به جرگه ها حل بکنیم و یا جانکیری دوباره به افغانستان بیاید بالاخره یک حکومت مشترک بسازن، من فکر میکنم که خلاف قوانین افغانستان است، خلاف وعده های کاندیدایی که به مردم افغانستان داده بود بالاخره است و در او صورت ما هیچ ضرورت نداریم که بالاخره بار دیگر باورمندی بر انتخابات داشته باشیم و اشتراک بر انتخابات ما بکنیم. فکر میکنین که مردم و جوانان کسانی که در حال حاضر میتونیم بگوییم که قشر اصلی و تصمیم گیر در سیاست افغانستان هستند دیدگاهشان چی است؟ ظرفیتشان چی است و به کدام سو میرن؟ آیا فکر میکنین که ممکن است که با توجه به گذشته افغانستان باز هم بریم به اعتراضهای خیابانی، بریم به بعضی از اقداماتی که نتیجه را تغییر بده یا نه وضعیت طوری شده که دیگه آنچنانی که انتظارها میره و اتفاق نفتن؟ ما به این باورمند هستم که مردم افغانستان به خصوص نسل جوان و جوانان افغانستان بالاخره آل جوان 10 سال پیش و 15 سال و 20 سال پیش نیست. امروز جوان است که امروز به خاطر منافع ملی کشور هم کار میکنه و کسایی هستند که خوب و بد خوب درک کردن اگر ما به این یک بار دیگر فکر میکنیم و ما با سیاسیون میگم و بخصوص کسایی که امروز دوباره دامن بر تظاهرات و بعضی از مسائل دیگه بالاخره میزنن، به این باورمند باشن که مردم افغانستان دیگر از چنین موضوعات خسته شدن. روزی که بر ما نیاز دارین شما ما را بر خیابان روان میکنین و منافع شخصی را خودتان مد نظر میگیرین. بر ما چند چیز در این حکومت خیلی مهم و اساسی است. از در قدم اول صلح افغانستان بر ما در اولیت کاری خود بر مردم افغانستان خیلی ضروری است که ما چندین سال بالاخره در این پروسه منتظر ازی بودیم. دوم، مردم افغانستان امنیت میخواهند. ما امروز بیشترین قربانی ما امنیت است. باید امنیت سرتاسری در تمام کشور بیاید. و سوم، ما در بخش کار بر جوانان و به مردم افغانستان ارشد نیاز است که دوباره جوانان افغانستان غرق آبهای مدیترانه نشود و بالاخره افغانستان یک افغانستان واحد، یک افغانستان با اتفاق اتحاد ما رهبری داشته باشیم. سپاسگزارم جناب اردک تشریف آوردن. بخیر باشید.